وحشت دلواپسان از چیست؟ روزنامه حکومتی قانون، تجمع ضعیف منتقدان ژنو در لانه جاسوسی، دلواپسی نژادها. روزنامه حکومتی ابتکار، کریمی قدوسی سفیر سابق رژیم در شوروی، هدف آمریکایی‌ها خشک کردن درخت هسته‌ای ایران است. سوال بنده از رئیس جمهور این است که ما باید شناسنامه داشته باشیم، به طوری که شناسنامه بنده نیز مشخص است. آیا موافقان توافق ژنو هم شناسنامه دارند و آنها نیز شناسنامه هایشان مشخص است؟ لطفاً آن را مشخص کنید. آقای رئیس جمهور، کسانی که به عنوان موافق شما در مناظره ها آزاد می شوند، آیا شناسنامه هایشان مشخص است؟ چه نشسته اید و چه خبر دارید؟ سید حسن نصرالله در دیداری که با اعضای کمیسیون امنیت ملی داشت، اشکهایش جاری بود. خواستار کوثری، عضو مجلس ارتجاع: ما هیچگاه مذاکرات را قطع نمی کنیم، چون منطق داریم و می توانیم ثابت کنیم که در چارچوب معاهده MPT تقلبی نکرده و در راستای این چارچوب حرکت می کردیم. ما چیز اضافه ای از دنیا نمی خواهیم. ما همواره با تیم مذاکره کننده، یعنی آقای ظریف، آقای عراقچی و آقای تخت روانچی در مجلس جلسه داریم. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی: هرچند تشکیل این قبیل تجمعات با توصیه های رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از دولت سازگار نیست، ولی پیگیری مطالب مطرح شده در این گرد همایی نشان داد دلواپسها چیزی برای گفتن ندارند. اون چه من میفهمم، تندروی و افراط به ما لطمه زده. راست چپ فرق نمی کنه، من کاری به جناح ندارم. تندروی و افراط نفعی برای این مملکت و این کشور نداشته. ما باید مسیر اعتدال، مسیر عقلانیت، فضای آرام، فضای بحث. دانشگاه جای بحثه، جای نقده، جای گفتگوست. اون چه من میفهمم در این کشور، ما با دنیا راه تقابل نمیتونه راه موفقی باشه. من از اول گفتم راه این دولت راه تعامل با دنیاست، تعامل سازنده. تا میگیم تعامل سازنده، یه عجب، میخوایید بسازید با دنیا؟ نه خیر، میخوایم بجنگیم، خنجر میخوایم بکشیم. خب بله، با دنیا میخوایم حرف بزنیم، با دنیا میخوایم صحبت کنیم، با منطق صحبت کنیم، مسائلمون رو میخوایم حل بکنیم. ممکنه یه جایی حل نشه، حل نشد یه راه دیگه داره، اما جایی که راه حل داره ما باید دنبال راه حل بگردیم. این دولت معتقد هست در این کشور تحریم ظلم بزرگ برای ملت ایرانه. حالا ای کسی خوشش میاد از تحریم بیاد استدلال بکنه، بگه دلیلش چیه. ما میگیم تحریم یعنی اینکه شما اگر جنسی میخوای صادر کنی نمیتونی، حتی اگر وسایل آزمایشگاهی میخوای صادر کنی نمیتونی، میخوای وارد کنی یا نمیتونی، یا باید به چند برابر قیمت یا لا حداقل به درصدی بالا از قیمت وارد کنی. ما میگیم تحریم معناش این هست که رفت و آمد اساتید، تماس اساتید، حضور در مراکز علمی. مگر میتونه یک کشوری بگه در علم من بی نیازم از دنیا؟ آخوند روحانی امروز در جمعی که تلویزیون رژیم از اونها به عنوان اساتید نمونه نام می برد به صحنه اومد تا جواب جمعی از باند رقیب رو که روز قبل تحت عنوان دلواپسان به خیابون اومده بودن بده.
دلواپسان که یک روزنامه نزدیک به باند رفسنجانی در تیتر اصلیش اونها رو دلواپسی نژادها نامیده با طعنه به احمدی نژاد، روز شنبه با تجمع در برابر سفارت سابق آمریکا روحانی رو به شدت مورد حمله قرار دادن که چرا در اظهارات هفته گذشته خودش از اونها شناسنامه خواسته بود. یکی از سردمداران این دار و دسته که ظاهراً طلب شناسنامه به شدت اونها رو عصبانی کرده، خطاب به روحانی فریاد زد که شناسنامه بنده مشخص است، لطفاً شناسنامه موافقان توافق ژنو را هم مشخص کنید. همین فرد در ادامه حملات شدید خودش به رئیس جمهور نظام اضافه کرد که شما تحت عنوان تعامل در صدد به حراج گذاشتن آرمان‌های خمینی هستید. همین سخنران تجمع دلواپسان که یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام کریم قدوسیه، امروز در مجلس آخوند روحانی رو با نام مورد خطاب قرار داد و او رو به زمین خوردن و شکستن استخوان‌ها تهدید کرد و گفت نباید قوه مجریه و رئیس آن پای خود را از گلیمش بیشتر دراز کنند که در این شرایط ملت آن گلیم را از زیر پای شما خواهد کشید. به این ترتیب امروز همزمان با پاسخگویی آخوند روحانی به دلواپسان، مجلس ارتجاع هم صحنه حملات سنگین علیه او و دولتش بود. به نظر می رسد که ظهور دلواپسان وحشت زده نظام به معنی شروع مرحله تازه‌ای از جنگ باندهای رقیب در رژیم. این واقعیت رو از سفارایی ویژه امروز روزنامه‌های دو باند در برابر همدیگه میشه فهمید. کیهان خامنه‌ای در پاسخ به روحانی که از تیغکش‌های باند رقیب شناسنامه خواسته بود، دلواپسان رو جمعی از اساتید دانشگاه، اعضای مجلس، شخصیت‌های سیاسی و دانشجو معرفی کرده و به این ترتیب پاسخ او رو داده. کیهان خامنه‌ای تجمع این باند رو همایش دلواپسیم نامیده و اظهارات اونها علیه روحانی رو به طور کامل منعکس کرده. در مقابل روزنامه‌های باند رفسنجانی روحانی هم در عنوان‌هاشون اونها رو تجمع ضعیف منتقدان ژنو یا دلواپس‌ها چیزی برای گفتن نداشتند توصیف کرده. اما به نظر می‌رسه که اوج گرفتن جنگ باندی به خصوص بر سر مذاکرات اتمی، اون هم در آستانه دور بعدی این مذاکرات، کل رژیم رو در شرایط سختی قرار داده. مذاکراتی که تنها امید آخوندها به باز شدن راهی برای تنفس نظام و راه نفسش در شرایط خفگی کنونیه. به همین دلیله که آخوند روحانی مجبور شد امروز خودش رو به صحنه برسونه تا بر اونچه که تعامل با دنیا مینامی تأکید بکنه و در حالی که به شدت عصبی بود به باند رقیب بگه یک عده میگویند میخواهید بسازید با دنیا، نه خیر، میخواهیم بجنگیم، خنجر میخواهیم بکشیم. شیخ فریبکار اعتدال به این ترتیب در ادامه صحبتهاش به باند رقیب و کسانی که از تحریم‌ها خوششان میآید هشدار داد که برای نظام هیچ راهی جز سرکشیدن کامل جام زهر وجود نداره. اوجگیری جنگ باندی ظاهراً بر سر توافق ژنو، اما اظهارات شماری از همین دلواپسان نشون میده که عمق شکاف بسا بیش از این هاست. پاسدار کوثری، یکی از تیغکش‌های همین دار و دسته که از اعضای مجلس ارتجاع هم هست، در تجمع مقابل سفارت سابق آمریکا گفت که ما هیچگاه مذاکرات رو قطع نمی کنیم. ما مرتباً با ظریف و عراقچی جلسه داریم و مخالف مذاکرات نیستیم. خب سوال اینه که اگر همه طرفدار مذاکرات هستن، پس این همه کشمکش و اوجگیری جنگ باندی بر سر چیه؟ جواب رو کریمی قدوسی در تجمع دلواپسان نظام داده. او گفت که حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان به خاطر
توافق‌های هسته‌ای اشکهایش جاری بود و یکی دیگه از مهره‌های اطلاعات آخوندها به نام کوشکی هم در همین تجمع گفت که اگر توافق ژنو را بپذیریم باید با حسن نصرالله خداحافظی کنیم. یکی دیگه از دلواپسان به نام مهدی محمدی گفت مطمئن باشید با توافق ژنو همه چیز را به نام حقوق بشر به ما تحمیل خواهند کرد. بله، جنگ باندها نه فقط بر سر خوردن باقی مانده زهر اتمیه بلکه بر سر زهر حقوق بشر و زهر عقب نشینی منطقه‌ای هم هست. زهرهایی که بر سر راه خامنه‌ای تلسپیکسته و رژیم در حال فرو ریختن ولایت قرار دارد.